یک سند به دست آمده در جریان هک قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی حاکی است یک مقام پیشین قرارگاه خاتم الانبیا از زیرمجموعه های اقتصادی سپاه پاسداران با سوء استفاده از جایگاه و موقعیت خود اقدام به خرید شرکت های بورسی ورشکسته کرده و با اختلاس میلیون ها دلاری سبب زیان فراوان به اموال عمومی شده. بر پایه اسناد فاش شده ای که نسخه ای از آن در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، در نامه فوری و فوق محرمانه ای با امضای فرمانده قرارگاه عملیاتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به دادستان عمومی و انقلاب استان تهران آمده، فردی به نام عباس علی قاسمی با عضویت قراردادی و با سمت معاونت وقت سرمایه گذاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در سالهای 1389 و 1390 قراردادهایی بدون امضا و بدون گرفتن ضمانت از جمله با شرکت‌هایی در امارات و اسپانیا به ارزش ده‌ها میلیون دلار بسته و این شرکت‌ها بدون پایبندی به تعهدات خود و با استفاده از سویفت‌های سوری اقدام به کلاهبرداری از قرارگاه خاتم کرده و میلیون‌ها دلار ضرر به بیت المال زدند. قرارگاه خاتم الانبیا از سالها پیش در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در کنار آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.